حاجی امروز بهتون گفتم این مهمون ویژه داریم، مدگلم برداشتم آوردم تو ویدیو ازش استفاده بکنیم. مدگل بر نمیگرده ببینیش، فقط مشکل اینجاست فاینه کل ویدیو اوکی یا بر نمیگرده ببینیش. مدگل بر نمیگرده حاجی، خلاصه چیکارش کنیم؟ یو بایکس، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. داخل این ویدیو قراره یه شوخی ریزی با مدگل بریم و اولین قسمت برنامه رستمون رو شروع کنیم. از اونجایی که تو یوتیوب این موضوع خیلی ترند شده، ولی خب متاسفانه بعضی از آرتیست‌ها خوششون نمیاد این داستان. خب و فناشون البته خود آرتیست‌ها، چون با این قضیه کنار اومدن. و من همین اول ویدیو بگم که کل محتوای این ویدیو فانه و واقعا واقعیت نداره. الکی میگه هر آرتیستی تو هر زمینه‌ای که ما اسمشو داریم میشنویم، یعنی اونقدر کارش قوی بوده که ما راجبش داریم صحبت میکنیم. بس اگر فن حالا این شخص هستید که قراره با شوخی کنیم داخل این ویدیو، و امیدوارم بچه‌ها به دل نگیرید و به دستتون بگیرید. تو چقدر نمکی کونی، چون واقعا همه چی فانه، اصلا هیچ چیز جنبه واقعی تو ویدیو نداره. میرسیم به نهترین روز تاریخ. روزی بود که مامان مدگل به خاله مدگل یه حرکتایی انجام دادن که اینجا مدگل به دنیا اومد و خلاصه که یه فردی به نام آتوسا زندگی تخمی شروع شد. و حالا این اب نداره که طرف به دنیا اومده، حالا اوکی بوده هر اتفاقی افتاده، ولی خب تو رفارسی ما ننگ کم نداریم و فکر کنم یه دونه آدرویت با یه دونه سجاشایی، یعنی فکر کنم بعد از این دوتا میرسیم سراغ مدگل و ننگ ترین فرد رفارسی بعد از سجاشایی و آدرویت میرسیم به کی؟ میرسیم به مدگل و شاید فناش هستن تا اینجای کار. و اینکه طرف حالا درسته از دستگاه تناسلی پدرش در اومده بیرون و شروع کرده به مردا فحاشی کرده، اصلا ما اینو مشکل نداریم، جدی خودش میگه، ما حرفی جدا نزنیم. تو استوریاش داریم میبینیم که داره جنسیت زن و برتر از مرد میبینه. بعد موضوع جذابتر اینه که اصلا نمیدونیم مدگل یه فردیه که لا مردا میلوله یا زن، لا زنو میلوله. اونجایی که مدگل با جیدال حالا کات کردن و بعدش به ما خبر رسید که مدگل دو تا خیانت گوش زده، انگار هم با اکس دار که آجی اینجای ویدیو، هم با اکس جیدال دختره دیگه، هم با اون رابطه داشته، خب هم با فیلم بردار جیدال برداری بیا بدم فیلم برداری. یعنی ببین این اصلا تو سایت های مثبت 18 قفله. حالا اینجا که الان تو یوتیوب هیچ چیزی نمیتونیم بگیم عملا. و بچه ها به نظر من رپ فارسی به دو دوران تقسیم شده، یه دونه دوران قبل مدگل، یه دونه دوران بعد مدگل، که دوتاش هم نصب بوده. من امیدوارم یه دورانی بیاد حالا بین دورانی که اصلا مدگل وجود نداشته باشه اونو ببینیم با هم دیگه، چون هم دوران قبل مدگل و هم دوران بعد مدگل جفتش یه گه بوده و الان ما خواستار این هستیم که یه دوران بدون مدگل ترند بشه توی یوتیوب فارسی و کلن حالا جامعه فارس. البته بچه ها همین الان هم مدگل ترنده و اینا که دارن میگن نه مدگل فیک شده این داستانا، به نظر من کسری دارن میگن که باور نشدنیه. سه تا ایکس تو گوگل سرچ کنی بغلش هم میرسید مدگل، ببین چه چیزی ترند نمیاد. این نشون میده که مدگل اومده اصلا جامعه فارسی رو جهانی کرده، میدونی؟ و اصلا ما کاری نداریم با این داستان که طرف حالا یه فیلمی ازش اومده بیرون. و ببین اینا رو من نمیگم، فیلمش که به گفتی خودش نبوده، ولی از این سمت اینکه از فیلمش حال کرده، با فیلمش چیز شده خب، و رفته ریاکشن رفته به اون ویدیو، بعد فناش میان به ما فوش میدن که نه مدگل شما بدبخت کردی فیلمشو پخش کردین. من نمیدونم جدی چی بگم، اصلا خود مدگل برگشت و گفته بود چه پوزیشنی باحالی قرار دارم. حالا اینو من نمیگم، خودش گفته میتونید بری ویدیوشو ببینین، یک میلیونم ویو خورده تا اینجای کار. ولی به نظر من عقب مونده تر از خودش کیان فناشن. چرا؟ چون دارم پیشش آموزش میبینم تو آینده قراره چیکارا بکنم. ولی خب بازم میگم دو دسته کلا ما تو رپ فارس آدم داریم، یه آدمای تعصبی ان که نسبت به این ویدیو گارد میگیرن، نمیفهمن ویدیو شوخیه، و دومیش این که نه باش میشینن حال میکنن و میزنن. خلاصه جزو دستی اول باشه، چون دستی دوم به نظرم چیز جالبی نیست. و حالا تا اینجا کار همه چی اوکیه به نظرم، و داستان اینجا به بعد دارک میشه. بچا از کجا دارک میشه؟ این قسمتی که یه رپر فید، یعنی یه شخص فیدتر از مدگل، میاد یه چیزی رو ترند میکنه که تو کل اکسپلور پخشه. من هر جا میرم آجی به من میگه خونتون آکواریوم داری، من میگم نه والا آکواریوم برای چی، بس میگم مدگل جن. آره همینو میگه، یعنی واقعا من نمیدونم چرا این حرف بدو و مثبت 18 رو توی کامنت ها داری ترند میکنید، ولی خلاصه اینه. من هر جایی که رفتم توی وایس کال این ور اون ور ازم میپرسن خونتون آکواریوم داره، حالا این آکواریوم قضیه چیه من نمیدونم. به گفته یه فردی، یه شخص رپری که فیده و هیچ ویو نداره، اومده از چیزای مدگل بره بالا. الان یکی میاد برمیگردیم که تو هم داری میری بالا، خب ما گفتیم ویدیو شوخیه و واقعا جنبه فان نداره.
پس سعی کنید جزو دستی اولی نباشید که توی دو سه دقیقه قبل گفتم. این دستی دومی به نظرم چیز باحالتری، حداقل میدونی درسته به خودتون آسیب میزنید ولی به مغز من آسیب نمیزنید. و بچه‌ها رو به نظر من واقعا جالبه، میدونید کجاش جالبه؟ این تیکه که مدگل خیلی آدم باهوشیه، چون گروه هکری آنونیموس و حدود نمیدونم 6 7 تا کشور ابرقدرت‌های جهان نتونستن پیدا بکنن و دنبالشن، ولی خب مدگل میاد با چنل 200 هزار تایش، اون موقع ویدیو رو ساخته 200 هزار تا بوده، میاد با چنل 200 هزار تایش آشکار میکنه که هویت این فردا کیه. بعد واکنش FBI اینه، واقعا بی‌ناموس، با ما مشکل داری، ما داریم اینجا زحمت میکشیم و واقعا عجیب. حالا جدا اینکه میگه زمین گرده، زمین صاف، اصلا من کاری ندارم بچه، صدا مدگل. و بچه حالا با این کاری ندارم که میاد ادعا میکنه زمین گرده یا زمین صافه، اصلا من واقعا در مورد این چیز علم ندارم، صحبتم نمیکنه. شو طرف علم داره، راجع به ناسا واسه در مورد این چیز داره صحبت میکنه، با قاطعیت هم داره صحبت میکنه. آره 100% اینجوریه. و مورد بعدی اینکه حاجی این صداشو خیلی حالت اون فیلمی که بهتون گفتم در میاره، که مخاطب میشینه میبینه فکر یه مرد 30 ساله 32 ساله نشسته و نه مرد 32 ساله که سنشون بیشتر، من این نفر دیدم مثلا 50 سالش بود طرف. بعد سر اینکه مدگل یه آه ناله خواستی میندازه توی صداش، خب سر همین داستان میاد کامنت میذاره ای ولوجی چه خفن. بعد سر همین قضیه آره خب، بعد اینا فکر کرده آره کارش خوبه، داره وصل میشه به ناسا و گروهای هکری و اونجای کارا جی خیلی سخته به نظرم که متوجه بشید مدگل واقعا محتوا شروره و چیزی نداره واسه عرضه. و بچه‌ها یه خبر خوش واسهتون دارم، فعلا مدگل از یوتیوب خدافیزی کرده اون نیست و بهترین خبری که میتونستم به جامعه فارسی بدم همینه که فعلا نداریمش کلا، ولی خب امیدوارم فنای 12 سالش نه شروع کنن کامنت گذاشتن مدگل تو رو خدا برگرد. اینو الان بذارم اعصابم واقعا خورد میشه، چون نمیتونم برم زیر هر پستی که مینویسن آکواریوم دارید خونتون برم تک تک این کامنت ها رو لایک بکنم، واقعا کار سختی ام، من زمان میگیره، ولی خب امیدوارم واقعا برنگرده فعلا، چون ما با این داستان کنار اومدیم که مدگل عزیزو نداریم و علم کشور کلا حاجی به گا رفته. این چند وقتی که مدگل ویدیو نساخته کلا جهان نظمش به هم خورده، واقعا نمیدونم چی بگم حتی ما این قضیه، ولی امیدوارم فنای 12 سالش کاری نکنن دوباره برگرده. فعلا اینکه 3 ماه نیست یه نفس راحتی هممون کشیدیم، البته 3 ماه نیست ولی خب تو استوریاش هنوز داره میماله واسه یه سری آدمایی که نمیخوام بگم چی بود داستان، ولی خب بچه‌ها واقعا دارم میگم اینو دوباره به دل نگیرید، خب بگیرید دستتون، اصلا چیز واقعا جدی نبود و رسته با مدگل شوخی کردیم، امیدوارم جنبهشو داشته باشه. الان میبینید فردا چنل من نیست، منم نیستم، هیچ کدوم نیستیم، میبینیم اون موقع مدگل جنبه نداشته. بچه‌ها نظرتون حتما در مورد این ویدیو بنویسید، اگه دوست دارید رسته بعدی ساخته بشه این ویدیو برسه به یک کار رسته بعدی ساخته میشه، ولی خب بنویسید که سری بعدی با کدوم آرتیست شوخی بکنیم و به جنجال بکشیمش. البته با آرتیستی بنویسید که جنبه داره، نهید بنویسید آشتی و مشکی، چون فناشون خیلی تعصبی هم. دمتون گرم، دوستتون دارم زیاد. دو تا ویدیو رو خرم میاد که میتونید ببینید. با امید دیدار.